همیانان گرامی، در برنامه امروز دعوت کردم از یکی از تحلیلگران برجسته اقتصادی سیاسی آقای دکتر فریدون خاون در پاریس که درباره اقتصاد ایران جنبه‌های گوناگون آن ما را آشنایی دهند. با توجه به آنچه امروز در اقتصاد ایران می‌گذرد، چنین پیداست که شاخص رشد حتی حرکت لاک پشتی سال گذشته خود را از دست داده و فعالیت بر مدار صفر می‌چرخد. این یکی از عبارت‌های جالبی است که در مقاله تحلیلی تازه آقای دکتر خاوند زیر عنوان در اقتصاد ایران چه می‌گذرد آمده است. ایشان می‌نویسند محافل کسب و کار تهران در توصیف سال 1394 از تعابیری بسیار یأس‌آمیز استفاده می‌کنند. مثلا مسعود خانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران سال جاری را شاید سخت‌ترین دوره اقتصادی در 30 سال گذشته توصیف می‌کند. اجازه بدهید از آقای دکتر خاوند پرسش کنیم در مجموع شمه از آنچه در تحلیل خودشان آوردن برای ما بیان کنند. عرض ادب میکنم آقای دکتر خاوند. شما آقای مهری و سلام بر بینندگان تلویزیون اندیشه. خیلی ممنون آقای دکتر. در اقتصاد ایران چه میگذرد آقای دکتر؟ عرض کنم که همونطور که خودتون در مقدمه فرمودید، سال بسیار بسیار سختی است در حال حاضر در اقتصاد ایران و این در واقع یک نوع پارادوکس یا تناقض هم میشه اون رو به شما را آورد، چون همه منتظر بودند که با امضای برنامه جامع اقدام مشترک که راه رو باز میکنه برای پایان تحریم های اقتصادی علیه ایران وضعیتی به وجود بیاد دست کم از لحاظ روانی که چرخ فعالیت در اقتصاد ایران به راه بیفته. این وضع پیش نیومده، برجام امضا شده و قاعدتا بر اساس تمام اطلاعاتی که در دست داریم امروز باید از 2 ماه یا 3 ماه دیگه مقدمات رفع تحریم اقتصادی در ایران فراهم بشه و با این همه همونطور که گفتید اقتصاد ایران در وضعیت بسیار بسیار بدی هست. میدونیم که در سال 1391 اقتصاد ایران رشد منفی 6.8% رو تجربه کرد، در سال 1392 رشد منفی 1.9% رو، سال 93 یعنی سال گذشته خورشیدی دولت آقای روحانی اعلام کرد که اقتصاد ایران از رکود خارج شده و در پایان سال هم نرخ رشد 3% رو ارائه دادن برای اقتصاد ایران. منتها بعد از اون بر اساس آن چیزی که امروز به نظر میرسه چنان وضعیت راکدی در اقتصاد ایران به وجود آمده که بر اساس گفته های محافل کسب و کار، همینطور آماری که به صورت غیر رسمی بعضی از مسئولان ارشد اقتصادی ایران از جمله در بانک مرکزی میگویند و یا پیشبینی های صندوق بین المللی پول، رشد اقتصادی امسال ایران سال 1394 به احتمال قریب به یقین نزدیک به صفر یا حتی منفی هست و این وضعیت عوامل گوناگونی داره، دلایل متعددی داره. اول اینکه بازار جهانی نفت به شدت راکده. آقای روحانی چندی پیش، همین یکی دو هفته پیش اگر اشتباه نکنم، آمار خیلی تکان دهنده‌ای رو ارائه داد از وضعیت بازار جهانی نفت. او گفت که در سال 1390 ایران 119 میلیارد دلار درآمد ارزی داشته از محل صادرات نفت، در حالی که در امسال در سال جاری صادرات ایران فقط و فقط برای کشور 25 میلیارد دلار درآمد ارزی تامین میکنه. خب یکی از دلایلش این است.
دلیل دومش این است که به هر حال تحریم ها همچنان ادامه داره، هیچ تغییری در حال حاضر در وضعیت تحریم های اقتصادی ایران حاصل نشده و به هر حال این تحریم ها همچنان بر اقتصاد کشور سنگینی میکنه. دلیل سومی که ارائه داده میشه اینه که مردم منتظرن با رفع تحریم تا اون موقع دست نگه دارن و بعد از اون تصمیم بگیرن. مثلا کسانی که میخوان خودرو بخرند امیدوارن که از دست انحصار یا زندانی شدن در چنگ خودروهای داخلی که شهرت بدی داره برای مردم راحت بشن، به خودروهایی از نوع بهتر دست پیدا بکنن و در مورد بقیه کالاهای نسبتاً با دوام هم همین طرز فکر هست. و به هر حال وضعیت تقاضا در ایران به اصطلاح تقاضا بسیار بسیار پایین آمده، انبارهای واحدهای تولیدی پل از کاراست، حالا چه سیمان باشه چه فولاد باشه و چه خودرو، اینها مجموعی هست که از لحاظ رسمی دلایلی هست که ارائه میشه از لحاظ رسمی برای توضیح دلایل رکود فعلی. عوامل دیگری رو هم میشه ذکر کرد که به نظر من مهمترین اون این هست که هیچ اقدامی از لحاظ ساختاری از طرف دولت آقای روحانی گرفته نشده تا به محافل اقتصادی ایران ثابت بشه که فصل تازه‌ای در تاریخ اقتصادی ایران آغاز شده. هیچ ابتکاری که نشون بده ایران وارد مرحله‌ای از اصلاحات تازه اقتصادی شده، هیچ نشانه‌ای از این اصلاحات در دست نیست. همه شواهد نشون میده که وضع بر مدار گذشته کماکان ادامه داره. دولت در سابق و طی چند دهه گذشته با پول نفت زندگی کرده و در حال حاضر هم کماکان نگاهش به این است که با پایان تحریم ها بتواند به اون بخش از دارایی های بلوکه شده ایران در خارج دست پیدا بکنه و یا بتونه نفت بیشتری صادر بکنه و بر اون اساس به رشد اقتصادی دست پیدا بکنه، به رکود فعلی از راه تزریق درآمدهای نفتی به اصطلاح پایان بده. این راه مثبتی برای کشور نیست. در مجموع به دلیل اینکه از طرف دولت هیچ نشانه ای از یک تغییر بنیادی در ساختارهای اقتصادی ایران به نظر نمیرسه، تنها عامل مثبتی که اتفاق افتاده کاهش نرخ تورم بوده، اونم به صورت نسبی، یعنی از 40% بالای 40% به 15%، ولی 15% در دنیای امروز نرخ تورم بسیار بسیار بالایی است. اگر مقایسه باشه با نرخ تورم آمریکا و اروپا و بخش بسیار بزرگی از کشورهای دنیا که زیر 2% است نرخ تورم اونها. به هر حال خلاصه ای از وضعیت اقتصادی ایران رو من حضورتون عرض کردم. در حال حاضر اگر پرسشی باشه در این جهت ادامه میدیم. خیلی ممنون آقای دکتر. من خواندم که نایب رئیس مجلس آقای محمد رضا باهنر گفته است که رشد اقتصادی در سال 94 0% خواهد بود. یعنی رئیس مجلس گفته یا آقای باهنر؟ آقای باهنر. رئیس... بله رئیس مجلس آقای لاریجانی است. آقای باهنر که بله این رو همه میگن. عرض کنم که در حال حاضر بر اساس ارزیابی‌های مختلف نرخ رشدی که برای اقتصاد ایران در سال 1394 ارائه میشه در همین حده. این رو حضورتون عرض کنم و این نکته بسیار بسیار مهمی است که بانک مرکزی هنوز نرخ رشد ایران رو در بهار 1394 اعلام نکرده. در واقع به نوعی این خاطره تلخ دوران آقای احمدی نژاد تازه میشه، زنده میشه، چون در اون موقع هم وقتی که فهمیدن که نرخ رشد در سطح بسیار پایینی هست مدت‌ها گذشت و این نرخ رو اعلام نکردن. و در حال حاضر البته بانک مرکزی حدود 2 روز پیش از طریق نشریه روند که یک نشریه رسمی بانک مرکزی هست اعلام نکرد نرخ رشد رو، ولی توضیح داد که چرا نرخ رشد پایین اومده و این هم روش بسیار شگفت‌انگیزی است در اطلاع رسانی و به همین مسائلی که بنده حضورتون عرض کردم تقریبا اشاره کرد در مورد دلایل پایین اومدن رشد اقتصادی. ولی خیلی مهمه که برای جلب اطمینان محافل اقتصادی در ایران و محافل کسب و کار
و محافل کارشناسی، بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران به نقش خودشون که ارائه آمار هست به موقع عمل بکنن و این رو عمل نکردن. در نتیجه وقتی که بانک مرکزی در همین نشریه روند گفته میشه که نرخ رشد از 3.7% در سه ماهه سوم سال گذشته یک باره به 0.6% در سه ماهه چهارم سقوط کرد و بعد اضافه میکنه که این وضعیت در مورد رکود در سه ماهه اول سال تشدید شده، باز هم ارائه نمیده رقمی رو، ولی عملا میگوید که در واقع حول و حوش همون 0% جریان داره. صندوق بین‌المللی پول نرخ رشدی رو که در گزارش آخر خودش ارائه داده 0.8%. و یک هیئتی از صندوق بین‌المللی پول که شهریور ماه به تهران آمده بود و گزارشش رو به تازگی منتشر کرده، حتی به فارسی در سایت صندوق بین‌المللی پول به فارسی هم این گزارش رو بینندگان میتونن پیدا بکنن، میگوید که نرخ رشد ایران بین 0.5% و به علاوه 0.5% نوسان میکنه. ولی به هر حال همه محافل کارشناسی از جمله صندوق هم معتقد هستند که در سال 1395 با توجه به فرایند رفع تحریم ها و اینکه مقداری دارایی های نفتی به ایران، دارایی های ارزی بلوکه شده به ایران برمیگرده، امکان اینکه نرخ رشد ایران بره بالا هست. حتی صندوق بین‌المللی پول اعلام میکنه که با توجه به پیامدهای رفع تحریم نرخ رشد ایران میتونه حدود 4.5% هم برسه. ولی من شخصا فکر میکنم، البته اعتقاد دارم که این افزایش اتفاق خواهد افتاد، ولی این افزایش دراز مدتی نخواهد بود، چون یک افزایش نفتی است، یه افزایش مقطعی است، یک افزایش ساختاری نیست. برای دریافت به اصطلاح دست یافتن به یک افزایش پایدار نرخ رشد ایران که تنها کلید حل بسیاری از مسائل بغرنج اقتصادی ایران به خصوص مسئله بیکاری هست، ایران باید طی یک مدت طولانی چیزی حدود 10 تا 15 سال از نرخ رشد 8% برخوردار باشه و این رو در تمام اسناد رسمی دولتی ایران از جمله برنامه‌های 4، 5 یا همین اسنادی رو که برای برنامه 6 آماده می‌کنن مرتبا روش انگشت می‌ذارن، تکرار می‌کنن که ایران برای اینکه بتونه برای بیکاری خودش راه حلی پیدا بکنه نیازمند اینه که مثل خیلی از کشورهای نوظهور، قدرت‌های نوظهور در حال توسعه، یک نرخ رشد سطح بالایی رو داشته باشه، اون هم نه یک سال، نه دو سال، در طی یک مدت کم و بیش طولانی 10 تا 15 سال، که ما در شرایط فعلی بسیار بسیار از این وضعیت با این وضعیت فاصله داریم. حتی اگر درآمدهای ارزی ایران از محل نفت برگرده به سالهای گذشته، و برای دستیابی به نرخ رشد پایدار نیازمند اقدامات دیگری هستیم که متاسفانه هیچ یک از اونها انجام نگرفته. تشکر میکنم آقای دکتر. آقای سعید لیلاز گفته است که یکی از اقتصاددان هاست، گفته است که تورم شدت گرفته در ایران و قدرت خرید مردم 70% کاهش پذیرفته. من در مورد این نرخ 70% نمیتونم اظهار نظر کنم، ولی به هر حال در مورد مسئله تورم تردیدی نیست که نرخ تورم ایران در سطح بسیار بالایی است. معمولا عادت بر این است در حال حاضر که نرخ تورم فعلی ایران رو که حدود نزدیک به 15% آخرین آمار بانک مرکزی 14.8% در مهر ماه، معمولا عادت دارن که این نرخ رو مقایسه میکنن با دوره آخرین آقای احمدی نژاد، حکومت احمدی نژاد، که اون موقع بالای 40% بود و میگویند پیشرفت حاصل شده. این روش مقایسه نادرسته، چون باید این رو مقایسه کرد با آمار جهانی. در حال حاضر خارج از موارد بسیار معدودی مثل ونزوئلا که نرخ تورم رسمی 80% داره و بر اساس آمار صندوق بین‌المللی پول حتی ممکنه به 200% هم تورمش رسیده باشه،
در بقیه نقاط دنیا همونطور که عرض کردم نرخ تورم به مقدار زیادی پایین آمده، جز حدود 10-15 کشور بقیه نرخ تورم تک رقمی دارن و در بسیاری از کشورها همونطور که عرض کردم نرخ تورم زیر 2%. در اتحادیه اروپا در حول و حوش 0 میگردد و تمام تلاش ها اینه که این نرخ تورم رو یه مقداری بالا ببرن، چون برای اقتصاد از دیدگاه اونها مفیده که حداقل 1-2% تورم داشته باشن. در این شرایط نرخ تورم 15% در ایران نرخ تورم بسیار بسیار بالایی هست و این نرخ تورم البته بعد از اینکه آقای روحانی جانشین آقای احمدی نژاد شد با آهنگی نسبتاً سریع پایین اومد، رسید به حدود 15%، ولی ما از فروردین ماه تا به حال شاهد اونیم که کاهش نرخ تورم بسیار بسیار کند شده. این به آن معناست که در واقع ما به هسته مرکزی نرخ تورم ایران رسیدیم و با پایین رفتنش از این حد نیاز به اقدامات خیلی خیلی اساسی داره، از جمله کوچک کردن دولت، پایین آوردن هزینه های جاری، از بین بردن کسری بودجه و غیره و غیره، بالا بردن عرضه کالا به خصوص از طریق رشد بهره‌وری و پیشرفت اقتصادی و تکنولوژیک. این شرایط تا اتفاق نیفته ایران به نرخ تورم تک رقمی نمیتواند دست پیدا بکنه و همین نرخ تورم 15% هنوز آفت بزرگیه که به جان به اصطلاح قدرت خرید مردم افتاده و یکی از عوامل بسیار شدیدی که در حال حاضر در ایران هست همین پایین رفتن قدرت خرید مردم. البته دولت آقای روحانی همونطور که اطلاع دارین حدود 1-2 هفته پیش بسته سیاستی تازه‌ای رو ارائه داد برای مبارزه با رکود که در این بسته پیشبینی شده که اولا به اصطلاح منابع بانک ها افزایش پیدا بکنه، بانک ها بتونن به مردم وام های به اصطلاح وام بدن، وام های آسون بدن برای خرید خودرو یا به حساب کارمندان دولت به اصطلاح وام های حدود 10 میلیون تومان ریخته بشه که به اونها اجازه خرید بده. ولی مسئله بر سر این هست که اصولا تزریق پول در اقتصاد برای افزایش قدرت خرید مردم و مبارزه با رکود هیچ وقت نتایج مثبتی رو نه در ایران و در جاهای دیگه به بار نیاورده جز نتایج کوتاه مدت. این راه دراز مدت برای مبارزه با رکود نیست، وگرنه اگر قرار بود که با تزریق پول در اقتصاد رونق ایجاد بشه، اینکه به اصطلاح یارانه های نقدی همگانی در اختیار مردم هر ماه ریخته شد به بازار میبایستی که رونق ایجاد بکنه و ما میبینیم که چنین نیست. بنابراین این راه درستی نبوده و بسیاری از منابع کارشناسی در ایران تردید دارن، حتی شک بسیار جدی دارن که این روش بتواند تغییری در اوضاع به وجود بیاره. همونطور که عرض کردم ایران نیازمند به این است که ساختارهای اقتصادی خودش رو شجاعانه عوض بکنیم، مثل همه کشورها، مثل اون کشورهایی که از زیر بار سوسیالیسم در اروپای مرکزی و خاوری بیرون آمدن یا کشورهای دیگری در آسیا. اینها تصمیمای خیلی شجاعانه‌ای گرفتن برای اینکه خودشون رو با از شر اقتصاد دولتی آزاد بکنن، برای اینکه راه رو برای کسب و کار و فعالیت اقتصادی هموار بکنن، برای اینکه به بازارهای بین‌المللی دسترسی پیدا بکنن، کالا صادر بکنن، به یک محصول وابسته نباشن، تک محصولی نباشن. همه این زمینه‌ها نیازمند انجام اصلاحات بزرگه. نظام بانکی ایران به شدت بیماره، حتی در وضعیت بسیار بسیار خطرناکی قرار گرفته و برای اصلاح وضعیت نظام بانکی هیچ گام مثبتی تا به حال برداشته نشده. بدون انجام این اصلاحات بنیادی و ساختاری هیچ تحولی به وجود نمیاد. شاید بعد از رفع تحریم ها همونطور که عرض کردم با توجه به اینکه حدود 30 میلیارد دلار دارایی های ارزی ایران برمیگرده به کشور
یا اینکه 500 600 هزار یا حتی بعداً 1 میلیون بشکه به صادرات نفتی ایران اضافه میشه، شاید در کوتاه مدت بار دیگر نرخ رشدی در ایران به وجود بیاد. ولی این نرخ رشد ها نرخ رشد های درونزا نیست، نرخ رشد هایی نیست که بتواند برای مشکلات بنیادی و ریشه‌ای و به اصطلاح درونی اقتصادی ایران یک داروی شفابخش نهایی باشه. در تحلیل نهایی یک قرص مسکن هست، میتونه مدتی اوضاع رو آروم بکنه، به بعضی ها تسکین بده، ولی راه اصولی و نهایی نیست. و برای پیشرفت به طرف اون راه اصولی هم متاسفانه این امید بود که بعد از تجربه دردناک دولت‌های نهم و دهم راه باز بشه برای اینکه ایران بتواند گام‌هایی در راستای اصلاحات بنیادی برداره، ولی متاسفانه تا کنون این امیدها برباد رفته. بسیار ممنونم آقای دکتر فریدون خاوند. میخواستم ازتون سوال بکنم، این چهار وزیری که یک نامه نوشتن به آقای روحانی، انگیزشون چه بوده؟ حراس از وضع بد اقتصاد؟ جناب مهری، پرسشتون خیلی خیلی پرسش مشکلیه، چون واقعا من شخصا هیچ پاسخی برای این سوال ندارم. من نمیدونم که مثلا آیا امکان داره که در کشوری که من در اون زندگی میکنم، یعنی فرانسه، وزیر اقتصاد نامه بنویسه به رئیس جمهوری بگه وضع رکود خیلی خطرناکه و ممکنه این رکود به بحران ختم بشه. من حتی چنین چیزی رو نمیتونم متصور بشم، چون وزیر اقتصاد کارش نامه نگاری به رئیس جمهوری نیست. این وظیفه رو، این پست و مقام رو به ایشون دادند که خودشون راه حل تهیه بکنن. ایشان نه روزنامه نگار هستن، نه کارشناس و استاد اقتصاد که بیان هشدار بدن در مورد وضعیت. ایشان باید عمل بکنن. و به علاوه مسئله‌ای که مطرح میشه اینی که مگر در هیئت وزیران این مسائل مطرح نمیشه؟ مگر ایشان مستقیما هر هفته با رئیس جمهوری در تماس نیست؟ چرا اصولا وزیر اقتصاد یا وزیر کار یا وزیر صنعت، که البته وزیر دفاع هم یکی از این چهار نفر بوده، باید به رئیس جمهوری نامه بنویسند؟ و چون این نامه منتشر شده بعد اسمش رو گذاشت نامه سرگشاده. من چنین منطقی رو واقعا متوجه نمیشم. شاید قصدشون این بوده که به دیگر از کانونهای قدرت بگویند که وضع بسیار بسیار خطرناک است، خرابه و باید اقدام عاجلی صورت بگیره. من واقعا برای این پرسش با وجود بررسی هایی که کردم، پرسش هایی که از دوستانم در اینجا یا در ایران کردم، متاسفانه جواب قانع کننده ای برای این پرسش پیدا نکردم. تشکر میکنم آقای دکتر خاوند. آقای اسدالله عسکرولادی یه مصاحبه ای کرده، نمیدونم ملاحظه کردین یا نه، با یک نشریه تخصصی. او دفاع تمام قد از سرمایه گذاران رژیم گذشته کرده که اموالشون مصادره شده. او گفته است که کشور نیاز به سرمایه گذار دارد، چون در کشور 70% جامعه نمیتوانند زندگیشان را تأمین کنند. این یکی از بزرگان این رژیم میگه. کشور باید تصمیم خود را بگیرد، این که میخواهد دور خودش بچرخد و فقر را بیشتر کند یا میخواهد با دنیا آشتی کند. آقای عسکرولادی هم چنین گفت، دو طیف سرمایه دار و سرمایه گذار با هم فرق دارند، باید این دو طیف را جداگانه از هم دانست. سرمایه گذارانی مثل ایروانی قابل دفاع هستند و جامعه از اینکه این فرد در سالهای پس از انقلاب مورد غضب قرار گرفت و طرد شد پشیمان است. با اینکه حاج برخوردار که از فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران سالم آن دوران بود، عمل کردش قابل دفاع است. او 53 کارخانه و واحد صنعتی و تولیدی داشت. من با هاشم برخوردار
برادر کوچک حاج محمد تقی در سالهای دور همسایه بودم. خانواده بزرگی بودند. به یاد دارم که حاج محمد تقی برخوردار با یک تکه نان و پنیر بر پرشال کمرش از منزل به محل کار می رفت و تا حوالی ونک که محل کسب و کارش بود پیاده می رفت و همانجا نیز صبحانه مختصری رو می خورد. بعد همجور ادامه داده در باره به اصطلاح پاکیزگی اخلاق و پاکیزگی اقتصادی این شخصیت های بزرگ عصر گذشته. اجازه بدین که من کاملا با صحبتهای آقای اسداللهی موافق باشم. در این زمینه هیچ اختلافی بین با ایشون من ندارم. اسکرولادی، من فکر میکنم که حرف دقیق و اصولی و اساسی و آینده ساز رو برای ایران ایشان زدن. حالا صرف نظر از اینکه ایشان کی هستند و چه میکنن، به هر حال حرف ایشان کاملا درسته. این رو حضورتون عرض کنم که این کسب آگاهی به نقش کارآفرینان، سرمایه گذاران، کسانی که خطر می کنند، کسانی که ابتکار اقتصادی انجام می دن، کسانی که کالا صادر می کنند، کسانی که بانک در ایران به وجود میارن، اینها بزرگترین سرمایه یک کشور هستند. این رو باید در نظر گرفت که متاسفانه در سالهای پیش از انقلاب، در چند دهه پیش از انقلاب، فضای فرهنگی ایران به شدت علیه این کسانی که برای ایران، برای ایران آینده ارزش بنیادی داشتن، فضا برای اینها خراب شد. نقش افکار بسیار بسیار ارتجاعی قدیمی، نقش کانونهای کمونیستی به خصوص در ایران در مورد تهمت زدن و مانع از کار اینها شدن، به هر صورت وضعیتی رو در ایران در عرصه ادبیات، رمان نویس ها، شاعران، کسانی که قلم می زدن در مطبوعات، همه اینها به قول خودشون علیه سرمایه گذارانی که می گفتن زالو صفت، همه اینها بسیج شدند، در حالی که ایران نیاز به فدایی نداشت، ایران نیاز به مجاهد نداشت. کسانی که مجاهدان واقعی اقتصاد ایران، کسانی که میتونن برای جوانهای ایرانی که در حال حاضر میلیونها نفر از اونها با ناامیدی دست به گریبان هستند، تحصیلات دانشگاهی کردند، کار گیر نمیارن، کسانی که میتونن به اینها کار بدن، امید بدن، آینده بدن، همین هایی هستند که آقای اسداللهی از اونها اسم میبره. و هر زمانی که عرصه ایران، فضای ایران برای فعالیت این کارفرمایان و این خالقان ثروت، خالقان واقعی ثروت در ایران فراهم بشه، اون موقع است که ما میتونیم بگیم که کشور از وضعیت بسیار بسیار نامساعد کنونی بیرون میاد و صاحب آینده شده. بنابراین من فکر میکنم که از این جور مطالب که خوشبختانه در حال حاضر من روزنامه ها و نشریات به خصوص اقتصادی ایران رو میخونم و خوشبختانه میبینم که نگاه به این کسانی که نخبگان عرصه، ببینین، خلاقیت، تولید، صادرات، بانکداری، کسانی رو میخواد که برای این کارها خلق شده باشن و علاقه به این کارها داشته باشن. یک روزنامه نگار، یک استاد دانشگاه، یک کارشناس اقتصادی الزاماً نمیتونه یک کارخانه دار خوب هم باشه. اونهایی که در ایران و در اگر در ایران فضا باز بشه برای فعالیت، برای خلاقیت، به انحصارها پایان داده بشه، شما مطمئن باشین که جماعت زیادی از بین جوانهای ایرانی به وجود خواهند آمد و اینها تبدیل خواهند شد به ایروانی هایی که این آقای اسداللهی ازش نام برده، به ایروانی های سالهای آینده. همونطور که در آمریکا شما میبینین که چطور نخبگانی پیدا شدن که اپل رو درست کردن، گوگل رو درست کردن، فیسبوک رو درست کردن، در ایران هم شما به همون اندازه کارآفرین داریم که به خاطر شرایط بد فعلی مهاجرت میکنن،
میروند در آمریکا کارآفرین میشن، در اروپا کارآفرین میشن. اگر وضعیتی در ایران به وجود بیاد، اینها هستند که در ایران میمونند و کلید رهایی ایران هم به دست اینهاست، نه به دست کسانی که خودشون رو فدایی و مجاهد و شهید و غیره عرضه میکردن و کشور رو به این روزی انداختن که در حال حاضر ما میبینیم. تشکر میکنم آقای دکتر، خیلی ممنون ازتون. یک گزارشی خواندم درباره روابط تازه اقتصاد ایران و روسیه. روزنامه ایران گزارش داده که الکساندر نوواک وزیر انرژی روسیه که به تازگی در رأس هیئت بلندپایه اقتصادی و نفتی 40 نفره به ایران سفر کرد و با شماری از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی دیدار کرد، از آمادگی مسکو و تهران برای سرمایه‌گذاری 35 تا 40 میلیارد دلاری در طرح‌های مشترک دو کشور خبر داد. حالا شما بفرمایید که این معناش چیه؟ این ارقام نجومی، این طرح‌هایی که به نام طرح مشترک، حتما طرح مشترک هم نیست. جمهوری قبلا ازتون خواستم بپرسم که چقدر وقت داریم؟ ما یه رو وقت داریم آقای دکتر. بله، عرض کنم که ایران در فضای منطقه‌ایش و به هر حال روسیه هم هرچند در حال حاضر مرز مشترک زمینی با ما نداره، ولی به هر حال جزء فضای منطقه‌ای ایران هست. هرچه که پیشرفت در فضای منطقه‌ای ایران، چه در روسیه، چه در ترکیه، چه در کشورهای خلیج فارس، هرچه پیشرفت در این کشورها بیشتر بشه به نفع ایرانه. و یکی از کشورهایی که اگر پیشرفت بکنه میتواند برای ایران یک یار و یاور و همکار بسیار بسیار خوب باشه روسیه است. وجود یک روسیه پیشرفته از لحاظ اقتصادی و دموکراتیک از لحاظ سیاسی برای ایران نعمت. متاسفانه این وضعیت وجود نداره. روسیه به راه باطل افتاده. بعد از سقوط کمونیسم روسیه برخلاف لهستان، مجارستان، جمهوری چک و بقیه کشورهای اروپای مرکزی در گذار از کمونیسم به اقتصاد آزاد و دموکراسی واقعی به راه غلط رفت. اقتصاد آزاد نشد و کمونیسم هم جای خودش رو داد به قدرت فردی به نام پوتین. ولی روسیه در حال حاضر امکاناتی نداره که بتونه 40 میلیارد دلار با ایران رابطه اقتصادی داشته باشه. این رو حضورتون عرض کنم که روسیه یک کشور صادرکننده نفت و گازه، یعنی در واقع رقیب ایران هست. تمام تلاش روسیه دیگه چند سال گذشته، دیگه 3 دهه گذشته مبتنی بر این بوده که اجازه نده گاز ایران به اروپا برسه، چون میترسه از اینکه گاز ایران جای گاز روسیه رو بگیره. و وقتی که ایران زیر فشار تحریم ها بود، روس ها مثل سعودی ها یا عراقی ها تا اونجایی که توانستن جای خالی نفت ایران رو در بازارهای جهانی پر کردن. بنابراین اعتماد به روسیه اعتماد است که بر مبنای نادرست و بسیار بسیار متزلزل استوار هست. و همونطور که عرض کردم، اولا روابط بانکی بین دو کشور در وضعیت بسیار متزلزلی است. روابط از لحاظ حمل و نقل با روسیه در شرایط مساعدی نیست و در تمام زمینه ها میشه گفت که روس ها حتی در دوره تحریم، تحریم اقتصادی علیه ایران رو مو به مو اجرا کردن. از شرکت های عظیم نفتی روسیه در دوران تحریم در ایران خبری نشد. هیچ کدوم اونها دست بلند نکردند که بگویند چون اروپایی ها و آمریکایی ها در صحنه سیاست، در صحنه نفتی ایران نیستند، در میدان های نفت و گاز ایران نیستند، خب ما جلو میریم و در ایران سرمایه گذاری میکنیم. بنابراین چشم بستن به روسیه، اون هم روسیه‌ای که خودش زیر تحریم
اقتصادی هست، پولش فرو ریخته، نرخ تورمش در حال بالا رفتن هست. بنابراین ایران در این مسیر من فکر نمی کنم به جاهای درخشانی برسه، ولی همونطور که عرض کردم من به هیچ وجه مخالف همکاری بین ایران و روسیه نیستم و امیدواری بسیاری از ایرانی ها من فکر میکنم این باشه که روزی روزگاری روسیه بتواند از بالاخره بر تمام موانعی که در سر راهش وجود داشته غلبه پیدا بکنه و از یک کشور عقب مانده چه در عرصه سیاسی و چه در عرصه اقتصادی تبدیل بشه به یک کشور پیشرفته اروپایی آسیایی، چون که به هر حال روسیه و مردم زجر کشیده روسیه استحقاق این رو دارن. ولی من فکر نمی کنم که در حد روسیه باشه که بتونه به اقتصاد ایران از راه این همکاری هایی اونم بر اساس مبالغی که شما ذکر کردین از نشریات ایران بتونه واقعا روسیه در این زمینه ها برای ایران کارساز باشه. ببخشید آقای دکتر، روسیه از لحاظ سیاسی آنگونه که در گزارش ها و خبرها و تحلیل ها میخوانیم در جمهوری اسلامی نفوذ بسیار داره، آیا این نفوذ بیش از اندازه که در واقع شبیه هیچ یک از روابط ایران با کشور خارجی نیست خطری در آینده برای ایران است؟ ببینید شما بهتر از من میدونید چون با تاریخ ایران آشنایی زیادی دارید که لابی های طرفدار روسیه در ایران خیلی خیلی قدیمی هستند، همیشه بوده، چه در دوران تزار، چه در دوران کمونیسم و چه در دوره پوتینیسم. و یک جاذبه پوتین که البته جاذبه رژیم چین هم هست برای کشورهایی مثل ایران این هست که اولا به شدت ضد غربی هستند و از همون اصطلاحات و مفاهیم استفاده میکنن که در کشورهایی مثل ایران از سوی بعضی از جناها استفاده میشه، یعنی غرب رو باش مقابله میکنن، مدام غرب رو فاسد ارزیابی میکنن، اصولا با غرب یک به اصطلاح مرزبندی خیلی خیلی رادیکال دارن و برای روسیه مأموریت جهانی قائلن، کما اینکه در ایران هم کسانی ممکنه برای ایران مأموریت جهانی قائل باشند. و در مجموع نوع رژیم شبه دیکتاتوری روسیه و ضد غربی روسیه برای اونها جاذبه داره و یکی از دلایل این مسئله به اصطلاح نفوذ روسیه در ایران هم در حال حاضر همینه، و به خصوص از این نظر که به هر حال از لحاظ تسلیحاتی هم روسیه خب جز در زمینه تسلیحاتی که البته اونم با موانعی هم همراه بوده مثل نوعی موشک S-300 که روسیه به ایران نداد طی مدت طولانی، گویا الان مذاکراتی در جریانه که به ایران تحویل داده بشه، ولی به هر حال ایران ببخشید روسیه بخشی مهمی از نیازهای تسلیحاتی ایران رو دریافت کرد. در مجموع من فکر میکنم البته که افکار عمومی ایران، من به هیچ وجه این رو با حضورتون عرض کنم ضد روسی نیستم و آرزوی بزرگم این است که روسیه سرانجام بتونه جایگاه واقعی خودش رو بر اساس، چون به هر حال روسیه کشور تولستوی است، کشور چخوف است، کشور موزیسین های بزرگ است، چایکوفسکی است، و روسیه در عرصه فضایی پیشرفت داره و مردم روسیه استحقاقی بیش از این دارن که در حال حاضر هستن. پیشروی روسیه، پیشرفت روسیه برای ایران یک به اصطلاح برگ برنده خواهد بود در آینده، ولی در حال حاضر متاسفانه قدرت روسیه همچون قدرت کمونیسم روسی یا قدرت نظام تزاری روسیه در خدمت نیروهای بسیار واپس مانده ایران بود، چون من به هر حال بخش بزرگی از چپ توده‌ای هوادار مسکو رو هم جزء نیروهایی میذارم که به واپسماندگی ایران در ارتباط با نظام شوروی خیلی خیلی دامن زدن. متشکرم آقای دکتر. یک خبر دیگر رو من
خلاصش رو برای جناب عالی میخوانم که نظرتون رو جویا بشوم. مجله بیزنس اینسایدر نوشته است که یعنی فهرست 18 کشور فلاکت زده رو منتشر کرده و ایران در این فهرست در رتبه 10 قرار داره. بیزنس اینسایدر در رتبه بندی جهانی شاخص فلاکت در سال 2013 از میان 90 کشور جایگاه دوم رو به خود اختصاص داده بود ایران. شاخص فلاکت از مجموع نرخ بیکاری و نرخ تورم به دست می آید. حالا من نمیدم این از لحاظ اقتصادی حرف درستیه یا نه. شاخص فلاکت همونطور که این نشریه نوشته جمع نرخ بیکاری است و نرخ تورم. نرخ از لحاظ رسمی نرخ تورم ایران همونطور که عرض کردم چیزی حدود 15% و نرخ بیکاری ایران را هم چیزی حدود 11% اعلام میکنن که البته از لحاظ شاخصهای غیر رسمی نرخ بیکاری در ایران حتی در سطح 18-19-20% هم ارزیابی شده. خب از لحاظ این دو رقم رو که به هم جمع بکنین شاخص فلاکتی رو که بر این مبنا تعریف میشه در ایران در سطح بسیار بالایی است. ولی اگر فکر بکنین که در ایران فلاکتی است، یعنی ایران از نظر فلاکت و بیچارگی با اون کلمه‌ای که برای فلاکت تعاریفی که برای فلاکت در ایران در افکار عمومی هست، خوشبختانه باید گفت که نه به اون صورت نیست. و من خودم شخصا مسافرتایی کردم، میدونم کشورهایی رفتم که میدونم در چه وضعیتی بودن. ایران به هر حال به برکت تاریخش، به برکت شخصیتایی که داشته در عرصه اقتصادی، به برکت نفتش به خصوص، به برکت گازش، در وضعیتی قرار نگرفته که واقعا ما بتونیم دومین کشور فلک زده دنیا اون رو به شمار بیاریم. دهمین. بنابراین نباید تصور کرد که این فلاکت و شاخص فلاکتی که این موضوع ازش استفاده، این نشریه ازش استفاده کرده، به اون معناست که واقعا ایرانی ها از لحاظ فلاکت دوم. خوشبختانه ما به این حد نرسیدیم. حالی تو من در جای دیگری ترجمه کلمه، البته خود کلمه یادم نیست، ترجمه استرار رو دیدم به جای فلاکت. شاید بهتر باشه. بله. ولی به هر صورت به این شاخص نباید به اون صورتی که این رو، همون استراری که شما میگین، شاید بهتر باشه. به هر حال این نکته رو باید حضورتون عرض کنم که اصولا در ایران مسئله‌ای که بسیار بسیار مشکل ایجاد کرده، چون الان از رکود و تورم با هم صحبت میکنه، از بیکاری و تورم، اینه که ایران اقتصادش دچار رکود تورمی است. و رکود تورمی به این معناست که ایران در به صورت همزمان هم نرخ رشد خیلی خیلی پایینی داره در حد صفر و هم نرخ تورم بسیار بالایی داره و مشکلات بزرگ اقتصادی ایران ناشی از همین همزمانی هست، یعنی همزمانی رکود و تورم، رکود تورمی. و مبارزه با این پدیده هم بسیار کار سختی است، چون اگر بخواین با رکود مبارزه بکنین تورم بالا میره و اگر بخواین با تورم مبارزه کنین از راه یک سیاست انقباضی، این احتمال هست، مثل در حال حاضر وضعیت فعلی اینه که امکان هست که به اصطلاح رکود شدت بگیره. این احتیاج داره به یک برنامه بسیار شجاعانه اقتصادی که یک مدت 2-3 سال دست کم، و که در حال حاضر در ایران همونطور که عرض کردم از چنین برنامه‌ای خبری نیست. آیا که اون رشد پایدار که فرمودین چند ساله است؟ ببینید کشورهایی که پیشرفت کردند و اونها میگن قدرت‌های نوظهور، بله، مثل چین از سال 1980 تا امروز، چین طی یک دوره طولانی 30 ساله تقریبا نرخ رشد 9-10% رو داشته. آقای دکتر ببخشید. در حال حاضرم، بله، عرض کردم ببخشید یک دقیقه بیشتر وقت نداریم. همطور که عرض کردم طی یک دوره 30 ساله
یک نرخ رشد به اصطلاح 9-10% رو داشته و در حال حاضر هم که نرخ رشدش خیلی پایین آمده، چیزی حدود 6-7%. در هند، در برزیل، در ترکیه هم همین وضع بوده. در واقع حداقل فاصله همونطور که عرض کردم چیزی در حدود 10-15%. خیلی سپاسگزارم آقای دکتر، خیلی اطلاعات جامع و جالبی در اختیار ما گذاشتین. امیدوارم باز هم موافقت کنین که مزاحمتون بشیم. خواهش میکنم. خیلی خیلی متشکرم از اینکه این فرصت رو به من دادید. خواهش میکنم. موفق باشید آقای دکتر. توفیق همراهتون. همیهنان گرامی، تشکر میکنم از شما که به این برنامه توجه فرمودید.